پنجرهای فضولی خب یک عامل ناگاه تو کارهای من، خب همیشه هم پنجره نیستش، متوجه این، همیشه هم در واقع این اسمیه که یکی از همکاران من به اسم پروین پزشکی در ایران رو این دریچه هایی که من باز میکنم به این ور اون ور منظورش این بوده. حالا بخوایم که چند تا مثال بذاریم، این پنجرهایی که من میذارم برای ایجاد رابطه است و من به ایجاد رابطه خیلی علاقمندم. حالا این رابطه میتونه رابطه بین گروه های بزرگ با گروه های بزرگ باشه، یا میتونه رابطه، خب پنجره البته هم جایی به پنجره به جنبه لغتیش نگاه بکنیم به چیز محدودیه. خب پس من یه ساختمانی که درست میکنم سعی میکنم یه جایی رو باز بکنم، متوجه این، حالا یا گرد باشه یا غیره باشه، که از این شما بتونید واکنش داشته باشید با افرادی که در این ساختمان هستن و به نحوه های مختلف، متوجه این، یا حتی با طبیعت. حالا این به جزء برنامه ریزی من نیست، یعنی وقتی من یه چیز رو طرح میکنم راجع به این رابطه بین این فضاها اگه بشه یه مقداری دقت میکنم. حالا مثلا در موزه میشه دو تا مثال زد راجع به این مسئله که عکسش رو میدم حضورتون، یا در نمازخانه، شما البته دیگه فضولی اسمش نمیشه گذاشت برای که اون یه نوع کعبه نماز که یک جایی رو من باز کردم که شما به طرف به اصطلاح به طرف کعبه است برای نماز خوندن، اون یه جنبه روحانی داره و خب مسئله فضولی در کار نیست، ولی چون تو بیشتر کارهای من این هست، یا حتی مثلا من یه حیات مسجد دارم، از اونجا در جوندی شاپور از اونجا پنجره دارم که یکی بتونه بیرو از اون صحن مسجد بتونه بیرونم ببینه، بلکه اون دور بعضی بچه ها فوتبال بازی میکنن ببینه تو دانشگاه. پس این باز کردم، مثلا تو شوشتر من این کار رو کردم به اینکه همه رو خواستم یه جوری بیارم در یه بولوار خطی که ستون فقرات اون شهره، یعنی تر من اینجوری بوده. البته خب به این توجه نکردند و یه قسمت جدیدی ساختن که بزرگتر از اون شهره که ما صد تا چسبیدن به این، اصلا این چی میگن، این مفاهیم به اصطلاح شهرسازی ما رو نه مطالعه کردن نه علاقه من بودن، فقط میخواستن چند تا خیابون بزنن و خونه بسازن. این از تو شهرسازی هم این کار من کردم، و مثلا پارک دلگوشایی که درست کردم، من دیواری که درست کردم بعضی جای دیوار سوراخ گذاشتم، البته اون توی شما دیدتون یه مقداری یه باقی نارنجستانه و شما دیدتون به طبیعت، یا وقتی که تو بین اون نارنجا بچه ها راه میرن بعضی وقتا درس میخونن غیره، اینا قدیم خیلی معمول بود این کار، تو فضای آزاد در حفظ کنن نارنجشون ها، خب اونا یه دیدم به خیابون دارن، یکی از خیابون یه ماشین رد بشه از اون پنجره فضولی متوجه هستم. روی این اسمی که ایشون گذاشته، این همکار سابق من و دوست من، این همش در رابطه با فضولی نیست، ولی خب او این نام گذاشته و نام بانمکیه، و که شما فرهنگ سرام نگاه کنید، من یه دروازه کوچیکی گذاشتم که هر کی وارد میشه همه متوجهش میشن، برای اینکه از یه چارچوب وارد میشه در هوای آزاد. شما اگه از یه دروازه وارد بشین مردم متوجهتون میشن، ولی اگر دروازه ای نباشه کسی که وارد بشه متوجه نمیشه. روی این است اونجا مثلا من یه به اصطلاح یه پلکان دارم و یه دروازه دارم که فقط یه نفر میتونه بیاد. روی این است مثل این که کسایی که تو اون محیط هستن
میتونن ببینن که متوجه میشن که یه شخصی وارد اون فضا شد بدون اینکه دیوار باشه، با آب اونجا رو جدا کردن، اون حیات، حیاتی که یه طرفش آبه، سه طرفش ساختمان، و این به اصطلاح دروازه فضولی اسمش میشه. این است این جنبه به اصطلاح پنجره فضولی همیشه خب با نمک خیلی فلان اینا، ولی خب یک کم هم ممکنه در رابطه با دید زدن و غیره باشه و در کارهای من هستش.